کمیته بین المللی صلیب سرخ با پخش گزارش گفته که افغانستان در میان 10 آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است که بر محیط زیست، اقتصاد و جمعیت آن تاثیر منفی خواهد گذاشت. در این گزارش آمده که به دیدگاه کارشناسان تغییرات اقلیمی، اوسط گرمای سالانه این کشور تا سال 2050 میلادی 1.7 تا 1.9 درجه سانتیگراد افزایش یابد. در بخش دیگر این گزارش همچنان آمده با آنکه نیاز عاجل به استراتژی های سازگار در این کشور است، اما مشارکت افغانستان در مجامع بین المللی محدود شده و مانع دسترسی افغانستان به کمک های جهانی اقلیمی شده است. تاثیراتی که بالای افغانستان تغییر اقلیم گذاشته از این مستندسازی کنه تا ما ایره و جامعه بین الملل پیشنهاد کنیم و بتانیم که امو پول بگیریم. همزمان با این نماینده های سه مؤسسه محیط زیستی و نماینده های از اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان در نشست COP29 شرکت کرده بودند. یکی از این شرکت کنندگان می گوید که در حاشیه این نشست نماینده های هر سه مؤسسه و اداره ملی حفاظت از محیط زیست با شمار زیادی از نماینده های کشورهای جهان دیدار و درباره وضعیت تغییرات اقلیمی در افغانستان گفتگو کرده و تلاش کردند تا از بهره رسیدگی به چالش های محیط زیستی کمک های جهان آن را به افغانستان جلب کنند. همش به این قانع هستند که افغانستان مستحق است، متضرر است و بسیار کم کمک میگیره و افغانستان باید کمک زیاد شود. مشکل کلان ما که است، مشکل سیاسی است که و اینکه مثلا فعلا به خاطر از اینکه ما به رسمیت شناخته نشدیم اینمی یک کلان چیز است، موانز در سر رای ما به خاطر از اینکه این پیسه باید دولت از این صندوق بگیره. ما تاکید کردیم که افغانستان نباید در این بحران جهانی فراموش شود و مسائل اقلیمی باید بدون دخالت سیاست بررسی شود. بر بنیاد این گزارش با وجود سهم اندک این کشور در انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی، افغانستان در سال 2023 در رتبه ششم آسیب پذیرترین کشور اقلیمی جهان و از نظر خطر کلی حوادث در رتبه چهارم قرار گرفت.